به نام خدا، با قسمت هفتم این مجموعه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این قسمت تونسته باشین گرامرهایی رو که به شما آموزش دادیم خیلی خوب یاد گرفته باشین و تونسته باشین حداقل جملاتی رو در واقع به زبان انگلیسی بسازید و مکالمات اولیه رو انجام بدید. خب در این قسمت قراره که با افعال توبی در زمان گذشته آشنا بشیم، یک مروری به قسمت‌های گذشته داشته باشیم در بحث در واقع افعال توبی در زمان حال ساده. گفتیم که این افعال am, is, are هستن. am برای ضمیر فاعلی I، is برای he, she, it و سوم شخص، و are برای we, you, they و اسامی جمع. خب اینها در واقع برای زمان the present tense هستن، یعنی زمان حال در واقع حال. خب به طور کلی این در واقع افعال توبی در زمان گذشته فقط دو تا هستن، خیلی هم ساده هستن، was, were. برای was ضمایر I, he, she, it، دقت کنید، I, he, she, it، براشون از was استفاده میکنیم، و برای were از we, you, they و اسامی جمع. برای was سوم شخص رو هم مد نظرتون باشه. خب مثالی براتون زدم، به طور کلی گفتم، مثلا he was، she was، و در حالت پاسخ دادن کوتاه رو هم اینجا براتون آوردم. در حالت پاسخ دادن کوتاه شما باید بگین I was، he was، she was، it was، و در حالت پاسخ دادن کوتاه منفی باید بگین No, I wasn't یا was not. No, he wasn't، was not، she wasn't، was not، و به همین طریق. خب برای were، we were، they were، و حالت در واقع جملات کوتاه اگر مثبت بود ما بگیم yes we were، yes you were، yes they were، و ادامه مثال هایی که میتونید خودتون بزنین. و در حالت پاسخ دادن کوتاه در واقع برای جملات منفی یا نگاتیو شما میگین که no we weren't، در حالت مخفف، و در حالت کامل در واقع we were not، we were not. پس weren't با were not و wasn't با was not هیچ تفاوتی نمی کنن. نحوه سوالی کردن در واقع جملات با این افعال چگونه هستش؟ دقیقا مثل am, is, are هستش، هیچ تفاوتی نمی کنه. فقط شما باید در واقع این فعل to be رو به ابتدای جمله بیارین. یعنی اگر من گفتم it was a good idea، یعنی که اون نظر خوبیه، حالا وقتی میخوام سوالش کنم فقط کافیه که was رو اول جمله بیارم. Was it a good idea؟ آیا اون نظر خوبیه؟ حالا شما میگین yes it was یا no it wasn't. برای were هم همین طریق. من میگم they were doctors، میگم آنها دکترن، درسته؟ آنها دکتر هستن. حالا میخوام سوالش کنم، where میاد اول جمله، were they doctors؟ میگه آیا آنها دکترن، از شما میپرسه، شما میگین yes they were، یا میگین no they were not، یا no they weren't. این هم نحوه سوالی کردن جملات با این در واقع افعال. خب اینجا رو فراموش نکنید، در حالت جمع اسامی رو خدمتتون گفتیم که باید حتما اس بگیرن، و وقتی که ما از یک فعل کمکی جمع استفاده میکنیم و یه ضمیر فاعلی جمع، در واقع اون اسم حتما باید در حالت جمع استفاده بشه که آخرش اس یا ای اس باید اضافه بشه. خب نکته، ما در قسمت گذشته درباره ضمایر اشاره به شما توضیحاتی دادیم و ضمایر اشاره رو
در واقع به شما گفتیم که نحوه ساختش چجوریه و گرامرش چگونه هستش در زبان انگلیسی. ضمایر اشاره this, that, these, those. this به معنای این، آن، اینها، اونها. اینها دور بودن و اینها ضمایر نزدیک. خب ما میگفتیم this is، حالا this is رو میتونیم بگیم this was. این this is برای زمان حال بود، حالا وقتی میخوایم به گذشته اشاره کنیم باید بگیم this was. was به معنای بود، دقت کنید، was به معنای بود، were به معنای بودند. وقتی ما میگیم this was a good idea یعنی این نظر خوبی بود، این یک نظر خوبی بود، درسته؟ خب برای that به معنی اون، یعنی داره به دور اشاره میکنه. خب ما گفتیم that is یعنی اون هست، حالا میشه that was یعنی اون بود. that was a good idea، اون یه نظر خوبی بود، داره به گذشته اشاره میکنه. these are، اینها هستن، حال و گذشتهش میشه these were. these were ما میگفتیم these are doctors، اینها دکتر هستن، حالا میشه these were doctors، میگه اینها دکتر بودند، درسته؟ مثلا میگیم these were footballers، اینها فوتبالیست بودند، الان ممکنه دیگه دکتر یا فوتبالیست نباشه. خب برای این ضمیر در واقع those ما میگفتیم those are تبدیل میشه به those were و مثال هایی که میتونید باهاش بزنید. به طور کلی این افعال در زمان گذشته همین دوتا هستن. موارد گرامریش رو خدمتتون توضیح دادم. دقت کنید که بعد از هر قسمتی تمرین کنید، جمله سازی کنید و مثال های زیادی رو برای خودتون بزنید تا گرامرها در حافظه بلند مدت شما جا بیفته، چرا که شما این گرامرها رو قرار در مکالمه استفاده کنید و امیدوارم که در راه یادگیری این گرامرها موفق باشین. موفق و پیروز باشید.